هر وقت این سیستم رو به کسی بفروشم فقط کافیه هر بار که دارم انجام میدم بیام بخش ور پابلیک رو باز کنم، دایم لوکیشن رو باز کنم، خب اینجا فرادرسه، حال شرکت دوم رو بزنم و و و و ممکنه اینجا 50 60 70 80 تا پارامتر باشه برای شخصی سازی مکان دوم، مثل شماره تلفن ها، مثل خیلی از چیزا. تمامی بخش های پرینت ها، تمامی بخش های گزارش گیری ها، ریپورت ها، همه به این بخش متصل میشن و شما به راحتی میتونید مدیریت لازم رو برای این کار داشته باشید. پس این روش ساده رو شما یاد بگیرید و ازش استفاده کنید. در قسمت تولز هم من ابزارام قرار میدم، بریم جلوتر همه اینا رو متوجه میشید که چه ابزارهایی رو درون سیستم قرار میدید. در اینجا من میام هوشم رو یک یک تهش اضافه میکنم. میخوام روی پروژم یک نام بذارم، بشه فرادرس شاپ یک، و یک پوشه جدید میسازم با نام فرادرس شاپ و این فرادرس رو به اینجا منتقلش میکنم. برای چی این کار رو میکنم؟ دقت کنیم، من در تمامی پروژه های خودم بکاپ میگیرم از اطلاعاتم، به دلیل اینکه بارها و بارها پیش میاد شما پروژه های مختلفی رو میسازید و دوچار مشکل میشن این پروژه، یعنی بعضی وقات یک بکاپی رو داریم، ده ها تا کار روش انجام میدیم، مخصوصا کارهایی که بهش اطمینان لازم رو نداریم و آنالیز خوبی رو نسبت بهش نداریم، حالا به قول معروف گفتنی باداباد شروع میکنیم به برنامه‌نویسی کردن که انشالله توی کار در بیاد. در نمیاد. بخواید دوباره پروژه رو برگردونید به حالت اولش خیلی کار مشکل تری هستش. برای منم بهتره کاری نیستش که شما در هر مرحله بکاپ بگیرید. کنترل نگه میدارم، یه درنگ اندروپ روی این قرار میدم، در واقع انجام میدم و روی دو کلیک میکنم. این دیتابیس و اینجا رو من کات میدم و در این قسمت یه پوشه میسازم با نام دیتابیس و واردش میشم، کنترل وی میزنم و این رو به اینجا منتقل میکنم. یه ساختار کلی رو به این شکل در میارم. حالا پروژه دوم رو من دابل کلیک میکنم و اجرا میکنم. الان میخوام فرم اصلی خودم رو شروع به دیزاین بکنم و ساختارهای مختلف رو روش در بیارم. دوستان بهترین کار اینه که شما نرم افزارهای مختلف رو ببینید. مثلا نرم افزارهای سامانه‌ای فروشگاهی، انبارداری، حتی نرم افزارهای خیلی مختلفی که الان شرکت‌های حسابداری، شرکت‌های انبارداری دارن وارد بازار میکنن رو برید ببینید و ازشون الگو بردارید حتما. خب در اینجا من پروژه رو باز میکنم و همون فرم مامم رو لود میکنم. به این شکل در میاد. دوستان دقت بکنید، بعضی ها هستن که منوهاشون رو بالا میذارن، بعضی ها هستن در سمت چپ میذارن، بعضی ها در سمت راست میذارن، بعضی ها به صورت دکمه‌های آیکونی وسط قرار میدن. من با همه نوع از این سناریوها حالا سعی کردم که اول یک شکل کلی رو به شما معرفی بکنم، بعد شروع کنیم به کار کردن. گلوگاه های برنامه‌تون رو پیدا بکنید. به طور مثال مثلا نگاه کنید، خود مایکروسافت نگاه کنید، اومده یه بخش رو به نام فایل گذاشته، یه بخش رو به نام ادیت گذاشته، یه بخش رو به نام ویو گذاشته، پروژکت و همینطور مسائل مختلف. حالا دقت کنید، من اگر مثلا ورد رو باز بکنم، ببینید اومده گلوگاه گذاشته برای هر بخش مختلف، یعنی بخش دیزاین، بخش مثلا حالا پیج لی اوت، بخش اینسرت، بخش هوم، اینا هر کدوم طبقه بندی شدن. شما هم باید در نرم افزار خودتون گلوگاه ها و طبقات رو پیدا بکنید. به هیچ عنوان از این منوها استفاده نکنید. اینا منسوخ شده، از رده خارجه. شاید خیلی بیان به من بگن که خب پس چرا مایکروسافت خودش داره استفاده میکنه؟ مایکروسافت رو نرم افزارهای عمومیش استفاده نمیکنه الان. الان داره تخصصا رو نرم افزارهای فوق تخصصیش داره پیاده سازی میکنه. به طور مثال همین دات نت. ویژوال استودیو دات نت رو آدمای عادی کار نمیکنن. کاملا آدمهای حرفه‌ای اومدن سراغ این نرم افزار. پس اینو در نظر داشته باشید که هیچ وقت با ویژوال استودیو کار نکنید، یوزر فرندلی کار کنید، کلا برای یوزر طراحی بکنید. من برای اینکه بخوام شروع کنم به طراحی کردن، ایده‌ای هستن که دی ال ال های اضافه دانلود.
cái đang vứt cổ đây các bạn nhá. Đấy, cái đang vứt cổ đây.